سقوط دولت عثمانی در اواخر قرن 19 کلید خورده بود، اما سیاست‌های اروپاییان سبب دوام آوردن این دولت میشه، تا اینکه در سال 1914 میلادی جنگ بین‌الملل یا همون جنگ جهانی اول به مانند گردابی دولت‌های بسیاری رو در خودش فرو می‌بره. ترکیه در اوایل جنگ نقش بی‌طرفانه‌ای داشت، اما در نهایت به دلیل تضاد شدید منافعش با روس‌ها مجبور به مداخله در جنگ میشه. حال اینکه این نبرد آخرین نبرد دولت عثمانی بعد از 623 سال تاریخ سیاسی و دیدن 37 سلطان بوده. عثمانی‌ها که هنوز تغییر شرایط تاریخ رو قبول نداشتن، در کلیه جبهه‌ها کار رو با تهاجم شروع می‌کنن. انور پاشا، ژنرال معروف ترک‌تبار، در اواسط سال 1914 میلادی با یه سپاه کامل به قفقاز میتازه تا روس‌ها رو که گرفتار درگیری و جنگ در جبهه غربی خودشون بودن به دام بندازه. نتیجه این حمله نابودی کامل ارتش ترک میشه. جمال پاشا، حاکم سوریه، قصد فتح مصر رو از طریق صحرای سینا میکنه، اما شکست سختی میخوره و مجبور میشه عقب نشینی کنه. ترک ها بهترین مقاومت خودشون رو در بسفور و داردانل از خودشون نشون میدن و اجازه نمیدن کمک های متفقین به روسیه برسه. انگلستان در آوریل سال 1915 میلادی برای نجات روسیه اقدام به اعزام نیرو به داردانل میکنه. این نقشه در ابتدا توسط وینستون چرچیل ریخته میشه. اون با دقت برنامه‌ای رو طرح کرد که در اون طی یه نبرد دریایی و با کمک اندک نیروهای زمینی دو تنگه اطراف دریای مرمره به روی سپاهیان انگلیسی باز میشد. اما سرفرمانده ارتش بریتانیا طرح حمله رو به یه نبرد زمینی تبدیل میکنه و در نهایت تصمیم حمله بزرگ زمینی به گالیپولی گرفته میشه. اینجا بود که نام مصطفی کمال در تاریخ جهان مطرح میشه. اون موفق شد که با فرماندهی مناسب نیروهای ترک در ماهای پایانی سال 1915 میلادی دو تهاجم بزرگ ارتش بریتانیا رو در هم بکوبه. شکست گالیپول تنها پیروزی بزرگ عثمانی بر انگلستان بود و به عثمانی‌ها فرصت داد تا به تجدید قواشون بپردازن. در سال 1916 میلادی روس‌ها با حمله به جبهه قفقاز فشار سنگینی به استحکامات ارضی روم میارن و اگر انقلاب 1917 میلادی رخ نمیداد، روسیه از جبهه آسیا ترکیه رو کاملا تسخیر میکرد. اما چنان که گفتم، انقلاب اکتبر سقوط عثمانی ها رو چند سال به عقب میندازه. در شرق خاورمیانه انگلستان با سرعت نیروهای عثمانی رو از میدون به در میکنه. نیروهای بریتانیا بعد از فتح بغداد در امتداد دره دجله پیشروی میکنن. یه بار دیگه نیروهای مصطفی کمال بودن که در بلندیهای حلب مانع دستیابی سپاهیان انگلیسی اعزامی از فلسطین، سوریه، عراق و حجاز به خاک اصلی عثمانی یا همون ترکیه میشه. در اکتبر سال 1918 میلادی عثمانی ها به همراه آلمان و اتریش پیمان صلح رو میپذیرن. نتیجه نبرد جنگ جهانی اول برای عثمانی ها از دست دادن کل متصرفات آسیایی و اروپایی و آفریقایی این کشور بود. سوریه و لبنان به اشغال فرانسه، اردن و عراق به اشغال انگلیس، حجاز یا همون عربستان در اختیار شریف و فلسطین به اشغال یهودیان در میاد. در جنوب اروپا انبوهی از دولت‌های کوچک ایجاد میشه و خاک اصلی عثمانی در آسیای صغیر که امروز ترکیه خونده میشه در زیر چکمه های سربازان اروپایی باقی میمونه. برای افسران جوان عثمانی و جمهوری خان ترک این وضع غیر قابل تحمل بود.
اگرچه اونها میدونستن عظمت عثمانی دیگه برگشت ناپذیره، اما قبول این نکته هم برای اونها قابل قبول نبود که شمشیر قهر خدا چگونه اکنون حتی مالک بر پایتخت 500 ساله خودش هم نیست. در ماه می سال 1919 میلادی 20,000 سرباز یونانی در بندر ازمیر پیاده میشن. ترک ها و یونانی ها از نظر تاریخی حداقل 600 سال سابقه مبارزاتی داشتن. در سال 1453 میلادی سلطان محمد فاتح برای همیشه یونان را از فهرست کشورهای قدرتمند حذف کرده بود. در نبردهای اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 میلادی یونانی ها همواره پای ثابت نبرد با عثمانی ها بودند. اکنون حضور یونانیان در بندر ازمیر ترکیه برای میهن‌پرستان ترک قابل قبول نبود، اما یونانی ها از ضعف سلطان محمد ششم استفاده می کنند و در سواحل آناتولی غربی شروع به پیشروی می کنند. مصطفی کمال رهبری مخالفان حکومت عثمان رو بر عهده می گیره و از سلطان می خواد که از قدرتش استعفا بده، اما سلطان محمد ششم اونها رو مشتی شورشی می خونه و بی اعتنا به اعتراضات عمومی در 10 اوت سال 1920 میلادی پیمانی رو امضا میکنه که ضامن قطع شدن عثمانی بوده. در شهر کوچکی به نام صفر پیمانی بین متفقین و عثمانی بسته میشه که سبب نابودی امپراتوری قدیمی عثمانی میشه. در این پیمان عثمانی از کلیه متصرفات اروپایی خودش به جز قسطنطنیه صرف نظر میکنه و قبول میکنه که دیگه به خاورمیانه هیچ ادعایی و چشتاشی نداشته باشه. نتیجه این امر کاهش وسعت امپراتوری به کمتر از 20% سال 1914. در سال 1914 میلادی امپراتوری عثمانی قریب به 3 میلیون کیلومتر مربع وسعت داشته. این رقم بعد از پیمان صفر به 600,000 کیلومتر مربع میرسه. برای اینکه پی ببریم در قرن 17 امپراتوری عثمانی چه وسعتی داشته، کافیه که به کشورهای اشغال شده توسط اون دولت اشاره کنم: آسیای صغیر، صربستان، بلغارستان، مقدونیه، یونان، مجارستان، الجزایر، مولداوی، سوریه، عراق، اردن، لبنان، مصر، فلسطین، لیبی، قبرس، کریمه، عربستان، یمن و شمال دریای سیاه، سرزمین‌هایی به وسعت 6 تا 7 میلیون کیلومتر مربع از 3 قاره آسیا، اروپا و آفریقا می‌شدند که در تصرف پایتخت عثمانی‌ها یعنی امپراتوری بزرگ عثمانی‌ها بودند. اما به هر تقدیر اکنون پایان عمر این امپراتوری بزرگ فرا رسیده بود. ملی‌گرایان ترک از طرفی شاهد تجزیه شدن امپراتوری عثمانی بدون دریافت هر گونه امتیازی بودند و از سوی دیگه مشاهده می‌کردند که حتی خاک مورد توافق در پیمان صفر هم مورد تاخت و تاز متفقین به ویژه یونانه. اونها به رهبری کمال پاشا ناگهان به قوای متفقین در آناتولی حمله می‌برند و با ضربات سنگین نیروهای اروپایی رو دچار مشکل میکنن و در سپتامبر سال 1922 میلادی بعد از انجام چند نبرد خونین با نیروهای یونان در ازمیر اونها رو مجبور به عقب نشینی از بندر ازمیر میکنن. شکست یونان در سال 1922 میلادی برای مردم یونان بسیار سنگین بود، تا اونجا که مردم یونان این شکست رو به گردن پادشاه این کشور میندازن. در نتیجه کنستانتین در سپتامبر سال 1922 میلادی از سلطنت کناره گیری میکنه. در سال 1923 مصطفی کمال ریاست جمهوری رو در ترکیه به عهده میگیره و در مارس سال 1924 میلادی رسما خلافت رو ملغا اعلام میکنه.
سقوط امپراتوری عثمانی ملقب به مرد بیمار اروپا در سال 1923 پایان 700 سال نبرده. ناگهان خاورمیانه، شمال آفریقا و جنوب اروپا به مانند موجودات ارزشمند بلادفاع در برابر انگلستان و فرانسه قرار می‌گیرند. پایان جنگ اول جهانی مرگ 3 امپراتوری رو با خودش به همراه داشت. امپراتوری اتریش، امپراتوری تزاری روسیه و امپراتوری بزرگ عثمانی. اگرچه امپراتوری عثمانی از اواخر قرن 19 حضوری شبه‌گونه در عرصه سیاسی داشته، اما بعدها ثابت میشه همین حضور شبه‌گونه هم با ارزش بوده. آنجا که کشورهای فرانسه، انگلیس و ایتالیا به گونه برواسا 10 پایتخت مهم اسلامی رو فتح میکنن و معماری جدیدی رو برای خاورمیانه و شمال آفریقا رسم میکنن، نقشه‌ای که اونها در سال 1924 برای منطقه ترسیم میکنن هنوز هم بعد از گذشت 100 سال به قوت خودش باقیه. خب دوستان، این بود گوشه از حقایق سقوط امپراتوری بزرگ عثمانی. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. ممنون میشم برای حمایت از من کانال رو سابسکرایب کنید و لایک و کامنتاتونم که مثل همیشه باعث انرژیه. مرسی، ممنون و خداحافظ.